محمد و آل محمد. خدمت حضار محترم من سلام عرض می کنم، از خوش آمدتون خیلی متشکرم و امیدوارم که نمازتون قبول باشه. این اولین باری هستش که این موقعیت برای من ایجاد میشه در یک محیط معنوی در مورد مادیات صحبت بکنیم و منو این جو شما برد به سالهای 1348-49 موقعی که کلاس اول دبستان بودم. اگر بعضی از شما نمیدونم بشناسید، مسجد علیرضا که خیابون نیلوفر بود هنوز ساخته نشده بود و در اون سنا یه مقدار بیشتر اون زمان وقت میشد که من خودم به مسجد برم و پدر منم چون درگیر به همراه اعضای دیگه محله مشغول درگیر ساختن اون مسجد بودن، این جو شما من برد به اون سالها، یک معنویت قدیمی رو در من یه مقدار بیشتر زنده کرد. فرمودند من کارشناس امور بیمه هستم که از سال 1300 و به مخصوص بخوام 990 که میشه 28 سال کار من از امور بیمه و برنامه‌ریزی مالی. ولی قبل از اینکه مثلا بحثم رو شروع بکنم در مورد امور مالی، یه مقدمه دیگه میخواستم بگم در مورد در واقع رزومه‌ام و اون اینه که در زمانی که من کارهای مالی میکردم یه دوره‌ای رم فلسفه خوندم در دانشگاه کبک. اون من نمیدونم بگم که کارشناس مالی هستم و به صورت پارت تایم دانشجوی فلسفه، یا بگم دانشجوی فلسفه هستم و برای امور زندگیم کارهای مالی میکنم. و چیزی که هستش از اونجایی که فلسفه مذهبم جز سوژه‌های مورد علاقم بود، درگیر ترجمه یک کتابی شدم، کتاب سکولار ایج. نمیدونم چارلز تیلور رو میشناسید یا نه. چارلز تیلور یکی از فلاسفه مهم زمان ماست که اتفاقا در دانشگاه مکگیل تدریس میکنه و این کتابش رو هم عموما در مورد تأثیر مذهب، البته در جهان غرب تأثیر مذهب هست در شکلگیری جامعه مدرن، یک کتابی حدود 900 صفحه که خوشبختانه همین دو سه ماه پیش تمام شد و دوست عزیزم آقای فرشاد سادات شریفی مشغول ویراستاریش هستن. امیدوارم که در عرض 3-4 ماه آینده در ایران چاپ بشه و امیدوارم که دوست عزیزم آقای باقری یک بار دیگه من اینجا دعوت کنن که در مورد اون کتاب فقط صحبت کنم. احیاناً سوژه خیلی جالبتریه تا این بحث امور مالی که امشب حالا قرارش بهش بپردازیم. بعد از این دوتا مقدمه یه مقداری اگه بخوایم راجع به مسائل برنامه‌ریزی مالی بخوایم صحبت بکنیم که من برنامه‌ریزی مالی عبارت از چیست؟ یه جوری باید بگیم که مشاور مالی کارش اینه، یک دکتر در زمینه مادیات. هر سالی یه بار ما میریم چکاپ میکنیم ببینیم همه چیز درسته. از نظر مالی هم خوبه هر سالی یک بار یه چنین چکاپی بکنیم ببینیم همه امور سر جاش هست، همه چیز درسته. کلسترول بالا نیست، نمیدونم قند خون بالا نیست، اینکه امور مالی هم خوبه که سالی یک بار بشینیم و یک ریویوی بکنیم ببینیم چه کارهایی رو، چه قسمتایی رو میشه عوض کرد یا کارهایی که انجام ندیم انجام بدیم. اون من برنامه‌ریزی مالی به 5 قسمت تقسیم میشه اگر از ابتدا بخوایم شروعش بکنیم. در واقع قسمت اولش باجتینگه که ما مطمئن شیم خرج و دخلمون به هم میخوره، نگاه کنیم درآمدمون چقدره، خرجمون چقدره، آیا کجاها داریم زیاد خرج میکنیم، کجاها داریم کم خرج میکنیم. و قسمت اولش اینه که البته به همراه حسابداری با هم هستش که مخصوصا قسمت رو بیشتر حسابدارا انجام میدن، مثلا تکس و این طور کارا. قسمت دومش بیشتر در مورد امنیت مالیه، اینکه خدای نکرده اتفاقی برای کسی افتاد، اگر پدر خانواده، مادر خانواده، اگر فوت کرد، خواهناخواه یک بخشی از درآمد خانواده از بین میره، این رو چطوری میشه جایگزین کرد؟ یا اینکه در صورت بیماری، از کار افتادگی، اگر درآمد شخص کم شد، این رو چجوری میشه جایگزین کرد؟ در واقع بخش دومش میشه قسمت امنیت مالی که امور بیمه رو شامل میشه. حالا بیمه عمر میتونه باشه، بیمه بیماری های حاد میتونه باشه، بیمه از کار افتادگی میتونه باشه، این نوع بیمه. بخش سومش بیشتر در مورد سرمایه‌گذاریه، وقتی که از این دوتا در واقع انجام دادیم که خب اگر کار داریم میکنیم، یه مقدار پول داریم پس انداز میکنیم، این پول رو به چه صورت ما سرمایه گذاری بکنیم که بازدهی بهتری داشته باشه. معمولا اگه بخوایم تو حساب پس انداز بذاریم بهره‌ای روش نمیاد و اون اینفلیشن در واقع تورمی که میاد قدرت خرید ما رو در طول سالها میگیره. چجوری میشه این سرمایه گذاری کرد؟ به طریقی که از اون تورم رشد بیشتری داشته باشه. من یادم سال
84 85 بود که اومدم مونترال، کارت مترو بود در واقع $18.50. امروز کارت مترو هست یه چیزی حدود فکر کنم 80 80 خورده دلار. یعنی اگر من اون زمان $18 داشتم و امروز $80 داشتم، جفتشون یه کار می‌کردند. اگر پول $18 من رشد کرده بود به $80 رسیده بود، در واقع رشدی نکرده بود، چون قدرت خریدش همون قدرت خرید در واقع 30 سال پیشه. اینکه باید مطمئن شیم که رو پول ما از تورم بیشتر رشد میکنه و این مستلزم اینه که درست سرمایه‌گذاری شده باشه و تکس زیادی روش پرداخت نکنیم. این در واقع میشه اون قسمت سوم مسئله سر در واقع امور مالی. بخش چهارمش اینه که خب سرمایه‌گذاری کردیم، بیمار رو گرفتیم، میایم نزدیک میشیم به بازنشستگی. اینکه در زمان بازنشستگی ما چه درآمدی خواهیم داشته باشیم، اینکه خود این برنامه‌ریزی کردنش از الان تا اون موقع مستلزم اینه که سری برنامه‌ریزی از قبل انجام بشه. در زمان بازنشستگی توی کبک، نمیدونم آشنا هستید یا نه، در از سه منبع میتونه درآمد ما از در دولتی بیاد. یا اینکه کسی کار کرده در از این 40 سال، کبک پنشن پلان در کانادا و کبک کانادا پنشن پلان در بقیه کانادا یه درآمدی یک حقوقی میده که اگر یک کسی مثلا میگم ماکسیمومی که میتونه بگیره اعلام کنه $60,000 داره دیکلر میکنه، یک چهارم این رو میتونه در زمان بازنشستگیش از کبک پنشن پلان بگیره. تقریبا میشه چیز رو 900 خورده دلار ماکسیموم پولیه که میگیره، به شرطی که مدت 40 سال اون سالی $60,000 دیکلر کرده باشد. بنابراین اگر این مبلغ رو کمتر دیکلر کردن، به همون نسبت درآمد بازنشستگیشون میاد پایین‌تر. این یکی از منابعی که میشه حقوق بازنشستگیش گرفت که مربوط میشه به کسایی که کار کردن در کبک. بخش دومش اولد ایج سکیوریتیه، برای کسایی که 40 سال توی کانادا زندگی کردن، حتی اگر کارم نکرده باشن، همین که از سن 18 سالگی 40 سال اقامت توی کبک داشته توی کانادا داشته باشن، باز از اولد ایج سکیوریتی درآمدی میگیرن که اونم ماکسیمومش حدود 600 خورده دلاره. حالا اگر یه نفر بعد از 18 سالگیش 20 سال اینجا زندگی کرده، نصف این مبلغ رو میگیره، یعنی شما $300 میشه حالت. اینکه خواه نخواه خیلی هم روی اینها نمیشه حساب کرد، چون یا ما بنزه کافی گاهی اوقات اینجا زندگی نکردیم، یا اینکه بنزه کافی سالای زیادی کار نکردیم، یا اینکه همه ساله اون $60,000 دیکلر نکردیم. اینکه خواه نخواه اون پولی که از حقوق کبک پنشن پلان و اولد ایج سکیوریتی میشه گرفت خیلی محدود خواهد بود. یه درآمد سومی هم هست، اینکه اگر از هیچ جای دیگه درآمدی ندارید و این از این دوتا هم به حد نصاب نمیگیرید، یعنی زیر $15,500 $1,400 در ماه هست، و چیزی دیگه ای هست به نام Government Income Supplement که اون Government Income Supplement حقوق میاره میرسونه به همون مایی $1,200-$1,300. یعنی مینیمم اگر کسی 10 سال اینجا زندگی کرده باشه، از هیچ جا درآمد نداشته باشه، دیگه مایی $1,200 رو کم و بیش حقوق بازنشستگی داره. معمولا خب این مبلغ چون کافی نیست، وقت باید پلنهای دیگر نگاه کرد، چه کارهایی میشه کرد که در واقع کامل کنه این درآمد رو. اون کارهایی که دیگه که باید کرد، وقت کار ما میشه که پیشنهاد کنیم ببینیم وقتی کسی کار میکنه چه پلنهای دیگه ای رو میتونه بگیره که این حقوق بازنشستگیش در زمان بازنشستگی علاوه بر حقوق دولتی یه حقوق شخصی هم بخوان به اون اضافه بکنن، که وقت راهکارهایی هستش که باید انجام داد. بخش آخر فاینانشال پلنینگ مربوط میشه به استیت پلنینگ یا پلانیفیکاسیون سوکسسیوال توی فرانسه، به این منظور که وقتی که زمان فوت میکنه شخص، افراد فکر میکنن که به طور طبیعی هر چی که دارن میره به ورثه، در صورتی که اگر برنامه ریزی نکرده باشن گاهی اوقات ممکنه تکسای زیادی رو مجبور باشن بدن. رو خونه اول نه، ولی اگر بیزنسی داشته باشن، اگر خونه دومی گرفته باشن، شله گرفته باشن، سرمایه‌گذاری جاهای دیگه کرده باشن، قبل از اینکه این پول بخواد به ورثه بره، اول باید تکسش رو پرداخت بکنن. بعد از اینکه تکس پرداخت شد، وقتی میتونه بره به ورثه. تصور کنید اگر یه نفر به عنوان خونه دوم و سرمایه‌گذاری ساختمون خریده، حدود $200,000 برای ارز مثلا 30 سال 40 سال قیمتش رو شده 1 میلیون، یعنی حدود $800,000 رو این خونه سود کرده در از این 30 خورده سال 40 سال. وقتی که طرف فوت کنه، این $800,000 به عنوان درآمد اون سال باید دیکلر بکنن، 50% شو $400,000. روی این $400,000 اول تکس باید پرداخت کنن، یه چیزی مثلا حدود $200,000، بعد بقیهش میتونه بره به ورثه. این که اگر از قبل برنامه‌ریزی نکرده باشن، ممکنه که یه دفعه روبرو بشن با یک تکس خیلی زیادی، و خیلی از افراد مثلا بیزنسایی هستن که میون سالهای زیادی تو بیزنس بودن،
فامیلی بیزنسه، ولی این برنامه‌ریزی انجام نشده. یه دفعه شرکت روبرو میشه با یک تکس بیل 200-300 گاهی اوقات 1 میلیونی. وقت در مدت کوتاه معمولا یه چنین کش فلوی شرکت نداره که بخواد این پولا رو پرداخت کنه، یا افراد یه چنین پول کشی ننشسته که بخوان بگن، مجبور میشن یا ساختمون رو بفروشن یا بیزنسشون رو بفروشن، و اون موقعی که مجبورن سریع بفروشن یا ارزان‌تر رو بفروشن یا به سختی میخورن. اینکه اگر از قبل این برنامه‌ریزی ها شده باشه، باعث میشه که در آینده با مشکلات کمتری افراد روبرو بشن. ببینیم به طور کل این 5 تا بخش میشه 5 تا مرحله زندگی از شروع تا زمان فوت، کارهایی هستش که معمولا از طریق فاینانشال پلنر میشه یا مشاور مالی برنامه‌ریزی میشه این کارا رو انجام داد. حالا اگر یه مقداری به جزئیات هر کدوم از اینا بیشتر بخوایم بپردازیم، گاهی اوقات میشه اینا رو با هم مخلوط کرد. مثلا یه پلنهایی هستش که میشه پلنهایی گرفت که هم بیمه رو کاور بکنه، هم خود این یه مجموعه باشه برای زمان بازنشستگی. اینی که افراد یه پلنهایی شروع میکنن، ماهیانه یه پولی میذارن کنار، این پول میره توی یک حسابی، در این حال بیمه هم هستن، یعنی خدای نکرده اتفاقی براشون افتاد در صورت فوت، در صورت از کار افتادگی، اینطور چیزا، این پول به خانواده در واقع پرداخت میشه. یه نکته دیگه هست باز در مورد امور بیمه، این هستش که حالا هم بیمه هم بازنشستگی، یعنی که کل ساختار مردم شناسی کشورهای غربی، کانادا، امریکا، اروپا، تمام کشورهای که تحت تاثیر جنگ جهانی دوم بودن، یه ساختار دموگرافیک شبیه به هم دارن. یعنی بعد از جنگ برای 20 سال بعد جمعیت این کشورها تقریبا دو برابر شده، مثل ایران بعد از انقلاب که جمعیتش دو برابر شد، بعد از جنگ جهانی دوم هم این کشورها جمعیتشون دو برابر شده. به این دو برابر شدن در واقع یک قارچ جمعیتی ایجاد کرده که اینها تحت تاثیر اون اقتصاد خیلی تحت تاثیر قرار میگیره. چرا؟ چون فکر کنید اگر مثلا 40% جمعیت تو این محدوده سنی بین 40-60 سال هستن، خب تمام شده که اینا احتیاج دارن رو دول. مثلا سالهای 70 یا سالهای 80، مثلا سالهای 60 و موقعی که تازه اینا بچه بودن، یه چیزایی مثل پمپرز، کالای غذای بچه، اینا خیلی رشد کرد. چرا؟ تعداد بهشون بیبی بومرز، چون تعداد اینا خیلی زیاد بود، احتیاجاتشون باعث میشد که اون شرکت ها که احتیاجات اینا در واقع سرویسایی دارن به اینا میدن رشد بکنن. یا سالهای مثلا 80 و 90 اینا که تازه وارد بازار کار شده بودن، مثلا خونه بخرن، چون احتیاج داشتن که پول قرض بگیرن، نرخ بهره رسیده بود به 18% و 20%. یا مثلا ریال استیت در اون زمان یک بوم زیادی داشت، شد همه اینا مشغول خریدن خونه های اولشون بودن. یا سالهای 90 اینا کسایی بودن که تو بازار رفته بودن بازار کار، یه پول اضافه ای داشتن، تو بازار سرمایه گذاری میکردن، همین سبب شده بود که بازارهای بورس خیلی خیلی سالهای 90 رشد کردن به خاطر پول زیادی که وارد بازار بورس شده بود. همین جماعت الان تقریبا رسیدن به سن 70 سالگیشون، یعنی بین 50-70 سال هستن، یعنی متولدین بین سن 45-65 تقریبا این محدوده سنی، الان بین 50-70 سالشونه، دارن رو به پیری میرن. اینکه هرچی بیشتر هلت کیر، بهداشت، جای بهداشتی لازم دارن. همین دوتا بیمارستان بزرگی که توی مونترال ساختن فقط به خاطر این بود که تعداد بازنشسته ها در لااقل 20 سال آینده یعنی 50% بیشتر میشه. اینه که دوتا مگا بیمارستانی که در مونترال ساختن یک جوری جوابگوی این احتیاج زیادی هستش که در آینده افرادی که پیر میشن نیاز دارن. به همون میزان این افراد دارن میرن بازنشستگی، خانواده های خرج خیلی زیادی رو دوش دولت خواهد بود برای اینکه بخواد بازنشستگی اینا رو پرداخت بکنه. دولت هارپر، نمیدونم یادتون هست یا نه، سن بازنشستگی رو از 65 سالگی برد به 67 سالگی، چون خب تعداد اینا که دارن میرن خب خرج زیادی برای دولت، سعی کرد به این طریق یه مقدار خرج بیاره پایین، که البته دولت ترودو اینو باز برگردوند به همون سن 65 سالگی، ولی خب این به عنوان یک موزل وجود داره و احیانا همه ای ما یه جوری حسش خواهیم کرد. حالا یا باعث میشه که حقوق بازنشستگی به اون حدی که هست رشد نکنه، کمتر پرداخت بکنن. اینکه به همون میزان مسئولیت ما رو برای برنامه‌ریزی آیندهمون بیشتر میکنه، یعنی تا یه حدی میتونیم روی برنامه‌های دولتی حساب بکنیم، تا یه حد خیلی زیادش مسئولیت برمیگرده به خود ما که بخوایم یه برنامه‌ریزی انجام بدیم که مطمئنیم در زمان بازنشستگی پول بسیار کافی داریم. یه مسئله دیگه اونه که به خاطر اینکه علم رشد کرده، خیلی از بیماری‌هایی که قبلا کشنده بود الان دیگه کشنده نیست. مثلا آماری که هستش از هر 30 نفر
از هر 9 نفر خانم یک نفر در زندگیش به سرطان مبتلا میشه، ولی از هر 30 نفر یکی میمیره، در صورتی که قبلا خیلی این بیشتر از این بود. یا امروز تقریبا 90% کسایی که حمله قلبی میکنن فوت نمیکنن، زنده میمونن. این که باعث شده که بیماری ها اتفاق میفته ولی فوت صورت نمیگیره، یعنی یک گپی بین اینجا هست و کسی که براش حمله قلبی داره یا نمیدونم سرطان داره بعد از اون توانایی کار کردنش میاد پایین تر. اینی که الان یه حدود 20 سالی هستش یه بیماری هست به نام بیماری های هاد critical illness که در صورت یه چنین بیماری هایی یه پروژه به افراد زندگی که قرار زندگیشون رو بگذرونن از اون میگیرن و خود اینها میتونه به عنوان یه پلان پسنداز و بیمه با هم باشه. این افراد یه پولی رو ماهیانه میذارن کنار برای اون 25 تا بیماریه، بیماری هایی که البته بیماری کشنده است مثل سرطان، مثل هارت اتک و کانسر. این سه تا بیماری لاقل 85% اوقات این سه تا بیماریه که اتفاق میفته. حالا چیزای دیگه هم هست مثل MS، نمیدونم 3-4 تا بیماری دیگه هم هست که اونا کمتر اتفاق میفته، ولی در حال هر کدوم از این اتفاق میفته در زمان حیاته که شخص پول رو دریافت میکنه و بعد خب میتونه با اون طریق زندگیش ادامه بده. و اگر هیچ اتفاقی نیفتاد تمام پولی رو که پرداخت کرده 100% پول رو، حالا یا سر 15 سال یا سن 65 سالگی بستگی داره به زمانی که تعیین میکنن یا مقدار پولی که میخوان پس انداز کنن، این پول رو میتونن در اون زمان وقت پس بگیرن. این هم بازش یه بخشی از همون برنامه‌ریزی‌هایی که در مورد امور بازنشستگی و بیمه با هم میشه در موردش فکر. یه پلن دیگه که باز معمولا افراد احتیاج بهش دارن، کسایی که بچه دار میشن و معمولا خرج بیمارستان، خرج دانشگاه، البته خب تو کبک خوشبختانه فریز شده و خرج ها لاقل مدت زیادیه که خرج دانشگاه ها بالا نمیره، ولی در هر حال کسایی که بخوام برن دانشگاه وقتی از دانشگاه میان بیرون یه 30-50 هزار دلاری بدهی دارن، یه خرج کتاب و خرج نمیدونم رفت و آمد و تمام اینه که بچه ها دارن، اونها رو نمیشه ماکرش شد. و بهترین طریقی که واقعا میشه برای پسنداز کرد در آینده شد همین پلانای ایژوکیشن ها که اگر پول بذارن تو این حساب، دولت هم بین 30-50% روی اون پول میذاره، یعنی بهترین نوع پسنداز برای بچه هایی به خصوص به دوانی که به دنیا میان registered education or savings plans، یعنی یه پولیه که واقعا بعد ازش استفاده کرد. کسی که بچه دارد حتما به جای که پول فقط بذارن توی حساب پسنداز میتونن بذارن توی این نوع حساب ها. دولت هم بنا به درآمد سالیانه که شخص داره بین 30-50% روی این پول میذاره و فکر کنید در از 18 سال هم روش تکس نمیدن. خانواده ها خیلی رشد بیشتری میکنه، یعنی که در زمانی که بچه میخواد بره دانشگاه یه پول قابل توجهی هستش که اون وقت یه خرج عمده ای برای خانواده نیست و در عین حال یه بخشش هم واقعا دولت داده. اینم باز میتونه یکی از کارهایی باشه که افراد میتونن برای با فاینانشال پلنینگشون انجام بدن. یه چیزی که حتما راجبش شنیدید و خیلی متداوله به خصوص ماه فوریه که میشه وقت خریدن RRSP Registered Retirement Savings Plan، اکثر افراد میپرسن آیا ما باید بگیریم نباید بگیریم. این واقعا برای هر شخص متفاوته، باید ببینید که درآمد افراد چقدره. اگر درآمد از یه حدی پایین تره واقعا نباید بگیرن، چون بخش عمده RRSP اینه که وقتی شما دارید RRSP میگیرید باعث میشه که تکستون از دولت پس میگیرید. اگر تکسی به دولت نمیدید، درآمدی که دارید دیکلر میکنید مثلا زیر 20,000 دلاره، زیر 25,000 دلاره، تکس زیادی شخص به دولت نمیده، بنابراین معنی نداره بخوان RRSP بگیرن، بهتره هم پلانای پس انداز جور دیگه بگیرن. ولی اگر درآمد میره بالا، بالای 30-40,000 دلار، شخص داره توی اون مارجین تکس برکت 50% یا 40%، وقت در اون زمان خوبه، چون وقتی فکر کن شما 10,000 دلار دارید میذارید توی RRSP، 5,000 دلارش دارین از دولت پس میگیرید. اینی که RRSP میتونه برای اون افراد خیلی جالب باشه. نکته دیگه‌ای که در مورد RRSP هست اینی که خب RRSP رو دو تا تصمیم باید بگیریم، حالا یکی می‌خوایم بگیریمش یا نه، و بعد وقتی می‌خوایم بخریمش کجا باید این RRSP سرمایه‌گذاری بشه. باز اونم حق انتخاب زیادی هست، واقعا باید در شرایط هر کسی نگاه کرد که ببینیم شخص ریسک میخواد قبول بکنه نمیخواد ریسک قبول بکنه. اینی که اون وقت اونم باز میشه جاهای دیگه رو در واقع نگاه کرد که ببینیم در کجاها سرمایه گذاری بشه. خود بخش سرمایه گذاری یک سوژه ای که میشه چندین جلسه در موردش صحبت کرد، ولی به طور کل افراد برای اینکه بخوان به جایی که پولشون بزنن توی حسابهای بانکی که واقعا بهرهای خیلی پایین داره، یه چیزی هست به نام میوچوال فاند یا سگریگیتد فاند که یک در واقع یه سبد سرمایه‌گذاری
که شرکت ها دارن، مثلا شرکت منیولایف یا بی ام او آر بی سی، تمام اینا دارن این نوع سرمایه‌گذاری ها رو. به این صورت است که شما پولتون به همراه صد ها نفر دیگه میره توی یک حساب و بعد یک تیمی از افرادی که کارشناس سرمایه‌گذاری هستن میان میگن خب این پول ما کجا سرمایه‌گذاری کنیم بنا به مندیتی که بهشون داده شده. میان مثلا میگن که ما نمیخوایم ریسکی باشه یا میخوایم ریسکش کم باشه یا ریسکش زیاد باشه، بستگی داره این هر سبدی تعریفاش شده و توی اون پروسپکتوس نوشته شده که این چه نوع سبدیه و اون تیم کارشناس و منیجر باید بر مبنای فلسفه اون فاند سرمایه‌گذاری بکنه، نمی‌تونه ریسک زیادتری بپذیرن. اینی که اینها میاد سرمایه‌گذاری میشه و پول شما به عنوان یه عده دیگه وارد مثلا 100 150 200 تا شرکت رو سهامش رو می‌خرن. خواه نخواه ریسک شما خیلی خیلی پایین‌تره. این نیست که پولتون رفته باشه تو یه شرکت که اگه اون شرکت ورشکست شد بگیم من پولم از دست میره. چون رفته تو 200 250 تا شرکت، 2 تا 3 تا 5 تا شما که ورشکست بشه اتفاق خاصی نمی‌افته، مثلا 3 4 درصد ممکنه بیاد پایین‌تر. تا حالا ورشکستگی کیس اکستریمه، اون اتفاقی که میفته اینه که بازار بالا و پایین میره و با این بالا و پایین رفتن ها، ولی خب توی چون طیف خیلی زیادی سرمایه گذاری شده به همون میزان در واقع ریسک شما پایین تره تا اینکه شخصا بریم من به عنوان شخصی بخوام برم سهام یک شرکت رو بخرم، خیلی 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 ریسک بیشتری رو پذیرفتم. اینه که بهتر استش که از این نوع فاندا برای آرسپی استفاده بشه که هم بازدهی خیلی بهتری داره، همین که در واقع ریسکش نسبتا خیلی پایین تره. من نمیدونم چقدر دیگه وقت دارم. برای که البته خوابتون هم نبره، من میتونم یه مقدارش به صورت پرسش و پاسخ هم باشه اگر چیزی سوالی هست که قسمتی حتما سلام بگیرم، ولی میتونم یه رو دیگه ادامه بدیم بعد 20 دقیقه آخرش هم سوال پرسش باشه. بسیار عالی باشه. من پاورپوینتم رو یک نگاهی گرو کنم بعضی از سوژه‌هاش. یک نکته دیگه که باز خوبه در مورد سرمایه‌گذاری بخوام بدیم، چون اینکه این افراد میگن که خب بازارهای بورس معمولا وقتی چک میکنیم میره بالا و میاد پایین، چجوری میشه در مقابل این نوع بالا پایین رفتنهای بازار بورس بخوام سرمایه‌گذاری که کردیم در واقع یه جوری حفاظت بشه؟ اتفاقی میفته اینه که به طور طبیعی اینا هر روز بالا و پایین میرن و معمولا اون سهامی رو که عرض کردم وقتی میخرید در روزنامه‌های هر روز میتونید چک کنید که ببینید سهامش به کدوم طرف رفته. مسئله‌ای که هست اینه که اولا وقتی که کسی داره ماهیانه سرمایه‌گذاری میکنه واقعا این به نفعشه که بازار بره پایین. چرا؟ شما در حال خریدن سهام هستید. سهامی که 10 دلار بوده حالا اگر امروز شده 8 دلار و شما دارید می‌خرید، خب این چیز بدی برای شما نیست. شما با اون 100 دلاری که می‌دادید الان به جایی که مثلا 10 تا سهم بخرید 12 تا سهم می‌خرید. این که افراد نگران میشن میگن بازار رفت پایین، ولی در واقع این اتفاق خوبیه. اکثر سرمایه‌گذارهایی که منیجر هستن صبر می‌کنن که بازار بیاد پایین و اون موقع است که سهام رو می‌خرن. بنابراین از پایین رفتن واقعا سهام بازار نباید ترسید. موقعی بده که بخوایم بگیم شما زمان بازنشستگی هستید، الان میخواید پولتون استفاده کنید و حالا بازار رفته پایین. برای اینه که 4 5 سال قبل از در که شروع بازنشستگی بهتره که این پولا ترانسفر بشه از اونجا به یه جای کم ریسک‌تر که این نوسانات رو دیگه نداشته باشه. ولی تا مادامی که ما یه چیزی بین 10 سال 15 سال حتی 7 8 سال فاصله داریم تا زمان بازنشستگی، نگرانی نداره، چون معمولا در عرض 7 سال این بازارها هرچی بگم برن پایین در عرض 7 سال میان بالا. یعنی کسی که وقت خودش بین 5 تا 7 سال بده خیلی نباید نگران بالا و پایین رفتن بازار باشن. و به خصوص همینطور هست کردم اگر ماهیانه دارن پرداخت میکنن اصلا این بالا و پایین رفتن بیشتر به نفع سرمایه‌گذاره تا اینکه مستقیما این دائما بخواد بره بالا. دائما داره میره بالا یعنی همیشه من دارم یه سهام رو ده دفعه گرون‌تر می‌خرم. درسته که وقتی بالا و پایین میره یه بار من دارم خیلی ارزان‌تر از اون چیزی که قیمتش بود دارم می‌خرم و بعد زمانی دارم می‌فروشمش که این سهام بالا رفته. توی این در واقع اسلایدی که داشتیم حالا یه چیزی نزدیک آخر مثلا می‌کنم همینطور شفاهی براتون توضیح بدم، نشون میده که مارکت‌های متفاوت، چون وقتی این پول داره سرمایه‌گذاری میشه در جاهای متفاوت هم سرمایه‌گذاری میشه، مثلا یه بخشش توی اروپا است، یه بخشش توی آسیا است، یه بخشش خاورمیانه است، همه جا سرمایه‌گذاری میشه. و وقتی توی 6 تا کاتگوری هستش، اسمال کپ یعنی شرکت‌های نسبتاً کوچیک‌تر، میدیوم کپ به اندازه متوسط یا لارج کپ شرکت‌های بزرگ و اوراق قرضه و دو تا کاتگوری دیگه،
وقتی نگاه میکنن این کتگوری ها رو نگاه میکنن میبینن که اون سالی که یه کتگوری پایین ترین بازدهی داشته یا ببینید سال دو سال بعد بیشترین بازدهی رو اونی که داشته که از همه پایین تر بوده و اون کتگوری که مثلا سال قبل بهترین بازدهی داشته دو سال بعد ببینیم جزء بدترین هاست. یعنی دائما اینا بالا و پایین میرن. اینی که و پیشبینی که کدوم حالا داره میره بالاتر واقعا هیچ کس نمیدونه و بهترین کار اینه که در واقع در این کتگوری های متفاوت سرمایه‌گذاری بشه. یعنی پول آدم بذاره در همه تخم مرغ‌ها رو در یک سبد نگذاریم، اینه که در کتگوری های متفاوت سرمایه‌گذاری بشه و دیگه وقت بدیم همون برای 5 6 سال بذاریم از این پستی بلندی ها بره بالا و در عرض همون پریود در واقع 6 7 ساله حداقل وقتش بدیم که هر کتگوری رشد خودش بکنه. و باز خوبیش اینه که اگه بخوایم توی کتگوری های متفاوت بذاریم هر کدوم اینا یک در یه سیکل اقتصادی که نگاه میکنیم که معمولا بین 4 سال 3 سال 4 سال طول میکشه از در واقع رشد میکنه، ایست پیدا میکنه، سقوط میکنه، پایین میره و دوباره میاد بالا که معمولا یه پریود 4 سال است. هر کدوم از این کتگوری ها در یک دوره هستش که رشد میکنه. برای من اگر در جاهای متفاوت سرمایه‌گذاری شده باشه در یه سیکل اقتصادی یه بخشی از پورتفولیوی شما یه موقع رشد میکنه، یه جای دیگه یه موقع دیگه رشد میکنه. یعنی در زمانهای متفاوت اینا متفاوت رشد میکنه که سرمایه‌گذاری باید واقعا در جاهای متفاوت انجام بشه. البته این فقط اطلاعات کلی هستش واقعا در مبنای گفته‌هایی که من الان میگم. خواهش میکنم تصمیم نگیرید. زمانی واقعا میشه دست میگیره که با یک مشاور بشینید واقعا شرایط شما رو بدونن و بعد ببینن چه چیزی بهتره برای شما. در اون صورت هستش که میشه واقعا تصمیم گرفت که اینا. فقط امیدوارم به اندازه کافی سوال بتونه ایجاد کنه که بتونیم یک تبادل خوبی داشته باشیم. و اگر به اندازه کافی گیجتون کردم میگن confusion is beginning of knowledge، بعد میتونیم با این سردرگمی یه جوری شروع بکنیم. من فکر میکنم بنزی کافی که شاید یک اطلاعات اولیهی بخواید داشته باشید در مورد فایننشال پلنینگ دادم. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. اگر هم سوالی نیست من تیزی برگوارم دارم. اگر شما چه علاقمند بودید پرکنید بازی نظر شما برای مهمه. بیم اگر سوژه های دیگهی که بهش علاقمند هستید ما از این سمینارها زیاد میدیم میتونیم دعوتتون کنیم. یا اگر شما چه علاقمند بودید که یک بار بشینیم و مجانا هم هست یک ساعت فاینانشال کانسالتیشن مجانی شرکت ما آفر میکنن میتونیم بشینیم شرایط شما رو تحلیل کنیم و ببینیم چه چیزی احتیاج داره چه چیزی احتیاج ندارید. اگر شما چه علاقمند بودید میتونید یکی این برگه ها رو پر بکنید بذارید من باهاتون تماس میگیرم و بعد یه سری خودکارم اونجا هست. اگر من بودید خودکارهای منیولایش جلو در گذاشتم جناب آقای مسکی سوال داشتم. خواهش میکنم. من به اون سنی رسیدم که گوشم یه ذره سنگ اگر که مرد همسر داره بله آیا بهتر نیست که آرارسکی رو به نام همسرش بگیره؟ بسیار نکته خوبی بود. بهتر موقعی بهتره که اسپاز آرارسکی بخواد بگیرن اینکه درآمد یکی بالاتره درآمد یکی پایینتره. دقیقاً نکته بسیار خوبی رو مطرح کردید. خوبه بله وقتی که باز یه نفر درآمدش خیلی بالاست و نفر دوم نسبتا درآمدش پایین‌تره همسر برای آر اس پی می‌خره همچنان دیداکت می‌کنه است درآمدش کم می‌کنه ولی این پول رو به اسم خانومش یا خانوم به اسم شوهرش می‌گیره. اون که درآمدش بالاتره آر اس پی رو می‌گیره ولی می‌ذاره به اسم کسی که درآمدش پایین‌تره. دو تا مزیت داره. یکی اینکه اولا موقعی که داره تکس پس می‌گیرن تکس بیشتری رو پس می‌گیرن و زمانی هم که پول میخوان بکشن بیرون تکس کمتری رو پرداخت میکنن چون تکس برکت پایینتری هستن. بعد برای خیلی ممنونم میکنم. بعد 5 سال دوباره تکرار بشه. یعنی بعد 5 سال دوباره شما میتونید در بیارید بعد به نام خودت آر اس پی رو معمولا اسمش رو نمیتونید عوض بکنید. وقتی به اسم همسرتون هست دیگه به اسم همسرتون. آر اس پی رو ببندیش اصلا. اگر بخواین از حسابتون بیاریم بیرون وقت باید تکس بدید. معمولا بهتر سالی رو این پول رو بکشید بیرون که درآمدتون پایینه. اگر درآمد بالاست بخواید بکشید خب باز تکس زیادی باید بدید. بهتری اون سالی بکشیدش بیرون که تکس. سوالی بگم من در مورد ارث. بله بله. چه روشی شما میگین که کارت رو
بله بله. چه روشی میتونه بره جلو که بتونه از تکس کمتری بده؟ بله. حالا چون به هر حال معلوم نیست که یه دفعه مثل خواجه مرد. بله بله. باید از حالا برنامه ریزی بکنه دیگه. بله بله. چندین واقعا متد وجود داره. مثلا یکیش استیت فریزه. این که سرمایه ها رو، حالا مکانیسمش واقعا یه مکانیسم پیچیده ایه که مستلزم درگیری یک وکیل و یک نوتریه که یه ساختاری رو بذارن که سرمایه ها با وارد یه تراست میتونه بشه یا میتونه استیت فریز باشه، یعنی اون چیزی که به اسمشون هست نگه دارن، بقیه رو به صورت یه کتگوری هایی نمیدونم شعر نوع دیگه به اسم یه نفر دیگه بکنن، حالا میتونه بچه یه فرزند باشه. ولی یک راههای راحت ترش اینه که گاهی اوقات حساب میکنم میگن خب من اگر امروز فوت کنم خانواده من اینقدر باید تکس بده، مثلا میگیم $500 الان باید تکس بده، $200 بعد الان تکس بده. برای این $200 افراد میان لایف اینشورنس میگیرن. یه زمانی که من اتفاق افتاد برام این $200 شرکت بیمه پرداخت میکنه به خانواده من و با همین $200 کل تکس من پرداخت میشه. یعنی این ساده ترین نوعش هست با لایف اینشورنس. در واقع چقدر داره پرداخت کنه؟ شخص داره اگر مثلا میگم $100,000 داره بیمه میگیره، یه چیزی نزدیک 2% اینو داره به عنوان پریمیوم بیمه پرداخت میکنه. شما فکر کنید حتی برای 20 سال هم بخواد پرداخت کنه 40% پرداخت کرده، کل پول یعنی 60% دیگه توسط شرکت بیمه پرداخت میشه. یعنی این به این طریق 60% تکسی که باید به دولت میداد طرف آورده پایین. اینکه ساده ترین نوعش به نظر من لایف اینشورنسه، ولی خب راهکارهای دیگه ای هستش که میذاش استفاده کرد. من شنیدم که بعضی از وکیلا میان قوانین مخصوصا، حالا چون عزیزان بعضی ها مقید هستن که طبق احکام شرعی و دستور اسلام انحصار وراثت داشته باشن و وصیت نامه داشته باشن، من شنیدم که بعضی از وکلا توی کانادا اینا میان ترکیب میکنن به اصطلاح وصیت نامه یک مسلمان رو با قوانین اینجا و یک وصیت نامه جدیدی می نویسن که این وصیت نامه دقیقاً همون چیزی که شما میخوای توی اسلام پیاده بکنی، مثلا بگی انقدر به این پسر میرسه، انقدر به این دختر میرسه و تنظیم بکنی، راحت میتونی تنظیمش بکنی. و میخوام ببینم این چقدر پرکتیکال هست. بله البته من میخوام الان خودم رو تبدیل به یک وکیل نکنم، نه چه حقوقی نگم، ولی خب خیلی عقلانی به نظر میاد دقیقاً میتونیم بشه. یعنی وقتی شما وصیت نامه رو میخواهید بنویسید با یه متخصص اسلامی صحبت میکنید و راهکارا رو میگیرید و داخل اون وصیت نامه مینویسید. من چه کیس های زیادی در این مورد نداشتم به این صورت، ولی قطعاً میتونه صورت بگیره. وقتی وصیت نامه رو میسیم با شما اینکه تایید میکنید چه چیزی میخواهید نوشته بشه، حالا قسمت های تکسیش و اینا سر جای خودش، ولی اینکه به چه صورت این تقسیم بشه چیزی که شما میگید، هر چی شما بگید در اون وصیت نامه نوشته میشه. برای من مسئله به نظرم نباید داشته باشه. مثلا شما میتونید اینجا بگید آقا تا وقتی من زنده هستم I have the right to decide on certain property but بعد از مرگم مثلا این پسر میتونه تصمیم بگیره. بله این چیزی که میگن testamentary trust، تراستایی که در واقع بعد از مرگ فعال میشه، تا مادامی که من خودم هستم کنترل دارم، بعد از من وارد اون testamentary trust میشه و بر مبنای اون راهکارهایی که گفتم انجام میشه. بله این میتونه انجام بشه. البته تراست ها تخصص من نیست، ولی همکارای حقوقی ما هستن که کار میکنن. خیلی ممنونم. خیلی ممنون. سلام، ببخشید. من یه سوال دارم در مورد اینکه مسئله ارث، مثلا خب هر کسی این اتفاق احتمال داره براش بیفته، حالا مالی داره اموالی داره، آیا اصلا این قضیه درسته که اگه خدای نکنه کسی فوت کرد اموالش رو دولت ضبط میکنه، یا اینکه مستقیم به خانواده‌اش منتقل میشه و لزومی نداره از ارثی یعنی چیزی نوشته باشه توی محضره چیزی بعد از فوتش همه اموالش منتقل بشه خانواده‌اش؟ نه، یکی درست نیست که واقعا اگه کسی فوت کنه دولت هیچ چیزی از اموال شخص نمیگه، فقط تکسایی رو که باید پرداخت بکنن، یعنی اموالش اموال خودشه. و نوشتن وصیت‌نامه فقط کار رو خیلی راحت میکنه، به جایی که بره از طریق دادگاه تعیین بکنن که خب حالا کی به کی باید برسه. وقتی یه نفر نوشته باشه و نوتری شده باشه، واقعا میگم بولت پروف
دیگه مشکلی ایجاد نمیشه، کار رو خیلی خیلی راحت تر میکنه. ببینید پروسه حقوقی اینا بسیار بسیار طولانیه. اگر وصیت‌نامه نباشه، حالا تا بگردم اینا چه کسایی ورثه هستن، اینا رو بخوام بهش رسیدگی کنم، گاهی اوقات سالها طول میکشه تا اینکه اون اسد به دست واقعا ورثه برسه. دیگه نوشتن یه وصیت‌نامه خیلی خیلی کار شما کار افراد رو راحت میکنه. ببخشید من سوالام اینجوری بگم، منظورتون اینه که اگه بخواد منتقل بشه، مالیات بر نقل و انتقال دولت حتی از همسر به همسر میگیره؟ همسر به همسر مالیات پرداخت نمیشه. خیلی از چیزای دیگه، مثلا خونه شما اول خریده باشید هیچ مالیاتی روش نیست. درست. اون چیزایی که روش مالیات هست، مثلا آررسپی اگر خریده باشید، نمیدونم چیزایی که توی پنشن پلنتون هستش، اگر خونه دوم داشته باشید، اگر سرمایه‌گذاری‌های دیگه‌ای داشته باشید، بیزنس داشته باشید، تمام اینا وقتی رشد بکنن، اون کپیتال گین رشدی رو که کرده 50% تکسبله. اونا بعد اول تکسش پرداخت بشه. وقتی پرداخت شد میره به دست ورثه. اگر وصیت‌نامه باشه خب راحت میره به دست ورثه، اگر نباشه باز دولت باید تعیین کنه که دست کی میگه. ببخشید در مورد همین ارث که شد، قوانین ارث اینجا میذاره مثلا یکی که مسلمونه طبق قوانین اسلامی خودش اجرا بشه یا دادگاهشون بالاخره نمیدونم حالا چجوری نحوه تقسیمشون اصلا میخوره به روش شرعی ما؟ حالا سوال خوبی، البته این یه مقدار داره وارد سوالای حقوقی میشه که حوزه کار من نیست، ولی اینکه یه نفر، چون میدونم ایران اینطوری نیست، یعنی یه پدر نمیتونه هر چی داره یه دفعه بده به یه بچه و بگه به بقیه نمیدم. اینجا من چیزی نشنم در این مورد، یعنی که بخواد یه مینیمومی بذاره بتونن کانتست بکنن، ولی واقعا اینا یه مقدار بیشتر سوالای حقوقیه که به اشتباهتون میخوام نندازم. شاید با آقای باقری باید صحبت کنیم، یک وکیل رو یه بار دعوت کنیم، این سوالای حقوقی شما رو بهتر بتونن جواب بدن. رو با یه وکیل صحبت کردم. بله بله. توی تورنتو و ایشون میگفت به هر حال وصیت‌نامه یه چیزیه که اینجا قانوناً هر چی شما میخوای میتونی توی وصیت‌نامه بنویسی، حالا حتی اون قوانین شرعی خودت که میخوای بنویسی بنویس من اینقدر میخوام بدم به این، اینقدر میخوام رو اینقدر مالم میخوام تصمیم بگیرم، رو بقیه مالم وصی تعیین میکنم، وصی هم این کارو میکنه، هیچ مشکلی نداره. شما هم منتو آخه یه مسلمون باید داشته باشه بالاخره وصیت نامه. خب مثل ایران دیگه، ببینم فرق نمیکنه، کانادا و ایران نداره. نه اینجا دیگه اینجوری نیست که شما بگی طبق قانون اسلام اینا عمل میکنن. اگه چیزی وصیت نامه ننوشته باشی دیگه همون چیز چه ایشون فرمودن میره جزء تکس، مشخصا هر کسی بخواد. حالا نیست بله مساویه. بله اون چیزی که بشه یعنی interstate law، یعنی کسی که وصیت نامه نداره نوشتن که اگر پدر بود، مادر بود، همسر بود، به چه طریقی بعد از اینا نبود به بقیه چه جوری میرسه، لیستش هست برای interstate law. میشه حالا دسترسیش هم سخت نیست، ولی اینکه آیا یه شخص میتونه همه اموالش رو وصیت کنه که به یه نفر بدن، اون میتونه کانتست بشه یا نه، اینم باز جوریسپرودانس که بگه یا نه، کیسای بیشتری داره بتونه بگه که شنیدم کیسایی بوده که در واقع اعتراض کردن، حالا اعتراضش به کجا رسیده وکیلا بهتر باید بتونن کیساشون رو بگن. همسر، حقوق همسر، اگر چنانچه وصیت بکنه که دارایش به کی بعد از خودش برسه، این طبق همون وصیت‌نامه اجرا میشه. ولی اگر که ازدواجش در کانادا ثبت شده باشه، یه قانون شامل حالش میشه. اگر توی ایران باشه یا هر کشور دیگه، طبق قانون اون کشور وصیت‌نامه، یعنی در واقع ارثیه طبق اون قانون اون کشور در واقع تقسیم میشه. بله. یعنی اگر همسر خونه‌ای داشته باشه، وصیت نکرده باشه و ازدواجش در ایران ثبت شده باشه، طبق قانون ایران مال تقسیم میشه بین ورثه. احیانا باز عرض کنم اینو من از نوتاری پرسیدم، خود نوتاری تو گفت یا وصیت باید بکنند یا طبق قانون، اگر چون سند ازدواج ملاکه، تو سند ازدواج اگه چیزی نوشته باشه راجع به مهریه، راجع به این مسائل حالا تقسیم ارث اینها، طبق اون گفتن عمل میکنه.
البته باید دادگاه اینو تشخیص. بله بله. اگه برگردیم به قسمت در واقع مالی این جریان که بگیم که خب این اتفاق که میفته، حالا این پول از کجا میاد، این رو باز میشه از پلنایی رو استفاده کرد که به صورت یه حالت پنشن پلن هم داره. یعنی افراد شروع میکنن یه پسنداز رو میکنن توی یک حسابی که این حساب هم ایشون رو برای بازنشستگی بیمه میکنه، هم برای در صورت فوت. یعنی اگر اتفاقی افتاد اون بدهی رو که دارن شرکت پرداخت میکنه به خانواده که میتونن پرداخت کنن. اگر هیچ اتفاقی نیفتاد پولی که پس انداز شده رو وقت میتونن به عنوان حقوق بازنشستگی بیان دریافت کنن، که اتفاقا اینا رو میشه اگر کسای شرکت داشته باشن به اسم شرکتشون هم انجام بدن. یعنی شرکت به جایی که بیاد مستقیما حقوق بده به فرد و بعد این حقوق رو بعد روش تکس بدن، بعد اون چیزی که ازش میمونه رو بیان سرمایه‌گذاری بکنن، خود شرکت میاد پنشن پلن رو برای افراد میگیره. یعنی پول رو میذاره توی حسابشون، سرمایه‌گذاری میشه، بیمه‌شون هم دارن و بعد در آینده هم باز مستقیما از این حساب میتونن بگیرن که باز میزان تکس خیلی کمتری رو پرداخت میکنن. در واقع این باز راهکارهایی میشه برای هم امور بیمه هم امور بازنشستگی. بیمه خوب ماهیانه چقدر باید پرداخت بشه براش؟ بیمه پوشش بده لایف تایم باشه. بعد ببینید البته از این سه تا بیمه‌ای که مثلا گفتیم کدومش هستش، بیمه عمر رو داریم صحبت می‌کنیم، بیمه از کارافتادگی یا بیماری‌های حادی. بیمه عمر اگر باشه وقتش باز بستگی داره که ببینم سن شخص چیه، سیگار می‌کشن یا سیگار نمی‌کشن، برای چند وقت بیمه رو می‌خوان. اگر برای 10 سال بخوان کمتره، برای 20 سال بخوان گران‌تره، برای تمام عمر بخوان باز بیشتره. واقعا پلنا از 20 دلار می‌تونه شروع بشه، میره به 500 هزار، بستگی داره که واقعا هر کس چه احتیاجی داره. یعنی که ولی با هر بودجه ای میشه برجدی بیمه ای گرفتش که برای یه مدتی آدم امنیت خانوادش رو تامین بکنه. بیمه های دیگه هم باز همینطور، برای بازنشستگیش، برای بیماری های حاد باز همینطور. یعنی بستگی داره به سلامت شخص، سیگار کشتن نکشتنشون، زن و مرد بودنشون. میدونید که آقایون از خانوم ها معمولا 3 سال طولانی تر زندگی میکنند. خانوم ها در طول زندگیشون خیلی بیشتر بیمار میشن. اینه که دینامیسم اینو باید متوجه. یه بار برای یک جمعی صحبت میکردم و همین آمار رو میدادم، گفتم معمولا خانوم ها تا 84 سالگی زندگی میکنن، آقایون تا 81 سالگی. گفت خدا رو شکر ما خانوم ها 3 سال آروم زندگی میکنیم. بیمه تکمیلی هم بله. خب البته کبک چون که همه ما بیمه هستیم و کل در واقع بیمارستان و جیستا بیمه است، ولی بیمه تکمیلی هست برای اینکه خب برجت یه درصدی رو از دارو رو ما باید پرداخت کنیم تا ماکسیمم 80 دلار در ماه. یه سری چیزا کاور نیست، مثل مثلا عینک، نمیدونم کایروپراکتور، چیزای دیگه که کاور نیست. بله اینا رو میشه با بیمه تکمیلی گرفت که تا هم برگردش یه سری گذاشتم که اگه خواستید نگاه کنید هست. بعد یکی دیگه هم از بیمه ویزیتور، الان هم خیلی فصل شلوغیه، تاثیری که از ایران میان معمولا بیمه احتیاج دارن، باز اون کار رو ما انجام میدیم. اگر افرادی احتیاج به بیمه های ویزیتور داشتند اونم باز عرض میکنم به سن افراد بستگی داره، معمولا یه چیزی کم و بیش برای سنهای بالاتر بین 2 تا 3 دلار در روز. اینی که ولی خب هرچی سن بره بالاتر گرونتر میتونه بشه. و افرادی که به صورت در واقع توریست میان، توریست نه، تازه واردین به کانادا برای 3 ماه اولش بیمه نیستن، باز اونم احتیاج دارن یه بیمه‌ای بگیرن که اونها رو میشه گرفت. یک بیمه دیگه‌ای هم هست، افرادی که اینجا اومدن کبک سلکشن رو دارن ولی هنوز اقامت کانادا رو نگرفتن، یعنی پیارشون رو نگرفتن. اکثر شرکت‌ها تا 100 هزار دلار بیشتر بیمه نمی‌کنن، ولی اخیراً شرکت‌هایی اومدن که اینم تا 500 هزار دلار بیمه می‌کنن. برای من کسایی بودن که هنوز پیارشون رو نگرفتن هم میتونن بیمه داشته باشن. چی شامل حالشان میشه؟ شامل در واقع میشه بیمه های پسنداز به همراه بیمه عمر، بیماری های حاد، یعنی اگر فوت کردن خانواده پول رو دریافت میکنه، اگر هم اتفاق نیفتاد تمام پول پسنداز میشه و در سن 65 سالگی پول رو خودشون میگیرند. من اتفاقا این بیماری های حاد رو خیلی زیاد پیشنهاد نمیکردم. این مثلا الان خب 28 سال من در این کار هستم، ولی گفتم خوب تا حالا جوان کسی بخواد بیماری حاد بگیره، سرطان بگیره، نمیدونم حمله قلبی بگیره، واقعا این کارو نمی‌کردم تا زمانی که برای خودم اتفاق افتاد. من 10 سال 15 سال بود اسکواش بازی می‌کردم، هفته 3 روز، یعنی واقعا ورزش می‌کردم، سیگار به عمرم نکشیده بودم، تقریبا ویجیتریان بودم،
و همین 4 سال پیش چند وقتی شد دستم درد میکرد، شنا هم که میکردم دیدم خیلی نمیتونم شنا کنم، دو هم کسا نمیتونستم. بعد رفتم دکتر که بدم اینجا اورژانس، یه شبیه خیابون راه هم میرفتم سینم درد میگرفت. ساعت 12 بود رفتم اورژانس و یه 3-4 ساعت نشدم، ساعت 4 صبح یه تست گرفت و گفتم برخیر بشینم برم. خب اگه تست گرفتن گذاشتن اومدی بیرون خیلی چیز مهم نیست، حالا میخوای بشینی یا ببینی به خودت مربوطه. گفتم خب اینا فردا صبح میام. گفت خب برو صبح بیام. رفتم و 6 صبح از درد خیلی زیادی بیدار شدم، زنگ زدم آمبولانس، آمبولانس اومد من برد و هم در حینی که وارد بیمار شدن شدم دیدم 15 نفر دارن دور تخت میدوئن. بعد دیگه بیهوش شدم. به هوش که اومدم نمیدونم یه چیزی مثل که مته گذاشته باشن حس کردم، بیدار شدم. بعد طرف دکتر اومد پیش من، پیشم گفتش که تو فهمیدی که قلبت 3 بار ایست کامل کرد و الکتریک شاک برگردوندی. و این واقعا 4 دقیقه قبل از اینکه برسم به بیمارستان اتفاق افتاد. این واقعا قد مرگ میتونه با آدم نزدیک باشه. و اینکه از اون زمان میگم واقعا یه مینیموم کریتیکال ایلنس مبلغ خیلی خیلی محدودی هم میتونه باشه و جنبه پسنداز داشته باشه، به همه پیشنهاد میکنم که مینیمومی داشته باشن، واقعا هیچ ضمانتی نیست که چه اتفاقی میخواد بیفته. ببخشید من یه سوال دیگه دارم خدمت شما، دو تا سوال بگم در اول. یکی این بیمه هایی که ما میگیریم هیچ جور تکس بنفیتی داره برای ما؟ چون برای پزشکی من یه بار پرسیدم گفتم نه نمیتونه حتی به عنوان خرج درمان و بیمه کلیمش کنه. بله بله اونا اینا حالا یه سوال دیگه هم می‌خواید، حالا می‌خواید جواب بدید. بیمه فقط زمانی دیداکتبل میتونه باشه که بانک از شما درخواست کنه بر علیه یک در واقع مورگیجی که دارید وادارتون کنه بیمه بخرید، بگه کاندیشن شرطش اینه که شما بیمه بخرید. در اون زمان خرج بیمه میتونه از درآمد شما به عنوان اکسپنس، به عنوان خرج کم بشه. در غیر این صورت خیر. حتی پزشکی هم بیمه دندون پزشکی هم بله بله خیر. موردهای دیگه که میتونه از تکس کم بشه بیمه های از کار افتادگیه. شما اگر یک بیمه از کار افتادگی بخرید اینو میتونه از درآمدتون کم بکنید. زمانی که در واقع بیمار شدید اون پولی رو که دارین دریافت میکنید رو باید دیکلر کنید روش تکس بدید. اگر دیداکت نکنید اون پولی رو که بعداً میگیرید تکسی روش نمیدید. یعنی که این حق انتخاب رو دارید که بخواید. ولی مزیتی که داره اینه که وقتی که بیمه های رو میگیرید، مثلا بیمه های عمر که توش پسنداز میکنید، این پولی که داره اونجا رشد میکنه رو روش تکسی نمیدید. دقیقا مثل RRSP. از این منظر خیلی از شرکت ها از این نوع پلن استفاده میکنن به عنوان تکس شلتر. خب حالا این بیمه رو که میگیری، من یه بار شنیدم مثل که از کشور که بری به هر منظوری، مثلا بیمه 10 ساله گرفت، بیمه هم گرفتی 5 سال بعد 7-8 سال بعد میری ایران کنی. بله بله. دیگه میخوام دیگه میگن هیچ چیزی نداره، یعنی بیمه قطع میشه اینجوری دیگه. نه خیر، دقیقاً تجربه من که بود، اتفاقا من یک مشکلی داشتم، یه خانم 37 ساله‌ای بود که بیمه کریتیکال ایلنس گرفته بود، واقعا 2 سال پیش نیست، و سرطان گرفت و خوشبختانه درمان پیدا کرد و تمام این اتفاقا در ایران افتاد، مثل اینجا دکتر نرفته بود و تمام مدارکش رو وقتی فرستاد برای بیمه قبول کردن، 50,000 دلار بیمه بود، واقعا در 3 ماه هم پرداختش کردن. اینی که هر جای دنیا باشن کاوره. ببین شاید که زندگی کنه، بگه دیگه تموم شده. بله بله بله، انجا میره اروپا، میتونه ادامه بده. بله، ما این مشکل داره مثلا ایران فوت کرد، البته زمان کشید، 10 ماه طول کشید، چون فرستادن یه نفر ایران که حتی چک کنه ببینه واقعا طرف فوت کرده یا نه، ولی پرداخت میکنن. موزلی که الان یه مقدار ایجاد شده برای کساییه که میپرسن کجا میخواین سفر بکنید. شما اگر بگید من میخوام برم ایران، میخوام برم سوریه، میخوام برم کره شمالی، ممکنه که از اول بیمه رو شما نفروشن، ولی اگر فروختن وقتی که همینجا کاوریج شما هر جا اتفاق بیفته. بله بله بله، 100%. بعد مشتری داشتم شروع کردن رفتن مثلا امریکا، رفته ایران، ولی پیمنتش پرداخت میکنه. آقای بفرمایید. خیلی ممنونم، من این برگه رو میذارم خدمتتون، اگر علاقمند بودید تو رو کنید ممنون میشم بعد برگردونید. خیلی ممنون. یه صلوات هم بخیر. اللهم صل علی